گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با یک مهمان بسیار بسیار ارجمند و گرامی که مهمان ما هستند در لس آنجلس خواهم داشت. چند کلمه ای رو میخوام راجع به ایشون توضیح بدم و میخوام از این فرصتی که داریم، فرصت کوتاهی که دارم، حد اکثر استفاده بکنم برای اینکه بنشینیم پای صحبت او و بیاموزیم ازش. امروز آقای شاهرخ مشکین قلم که یکی از هنرمندان بی بدیل ما هستن بدون تردید، و کارهایی رو که کردن و هنری رو که دارن و مطالعاتی رو که دارن واقعا بی نظیره. من از چندین سال پیش افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم. نیازی به این که بخوام راجع به ایشون صحبت بیشتری بکنم نمی بینم. صحبتمو باشون شروع میکنم و تشکر میکنم از اینکه زحمت کشیدن امروز و آمدن به استودیو و به من این شانس رو دادن که در خدمتشون باشم. آقای مشکین قلم خیلی خوش آمدید. جناب حجازی، من همچنان هر دفعه که برمیگردم به شهر شما پر از شعف هستم که دوستان عزیزی مثل شما رو میتونم باز دوباره ببینمشون و باز پای صحبتشون بنشینم و لذت ببرم از وجودشون، از سوادشون، از تجربیاتشون. من افتخار میکنم به وجود به شما و تشکر میکنم. میدونم خیلی امروز آقای مشکین قلم حداقل 10 جا قرار دارن و تمام طرفداران ایشون از این فرصت کوتاهی که اینجا بودن میخوان استفاده بکنن. اول میخوام راجع به برنامه‌ای رو که در لس آنجلس داشتید چطور بود؟ دوست داشتید؟ راضی بودید؟ ولی من همیشه یه سورپریز خوب میشم اینجا. هر دفعه فکر میکنم که نشه، تا دقیقه آخرم همیشه مطمئن نیستم که بشه، ولی خوشبختانه این اتفاق به فرخوندگی میفته هر بار در لس آنجلس. نه تنها اتفاقی که روی صحنه برای من و هنرمندانی که با هم دیگه همکاری میکنیم، که در این بار آخر دیشب با حامد نیکبی و فرزین رهبر ارکسترش بود که به صورت بداهه با هم دیگه چند قطعه رو اجرا کردیم، ولی اتفاقی که توی سالن میفته خیلی جذابه هر دفعه برای من، هر دفعه بیشتر از انتظار منه، و برخورد بسیار بسیار زیبایی که مردم با هم دارن و با انرژی اونها خیلی جالبه. هر دفعه برام خیلی خیلی اتفاق ویژه‌ای میفته و این بار باز دوباره خلاف انتظارم، به خصوص که ذهن من یه خورده مشغول شده بود از اتفاقهای پیشینه ناخوشایند یا حداقل ناپسند، ولی این همه این اتفاقات در لحظه شروع برنامه مثل بخار رفت به آسمون. چه خوب و فقط فرخوندگی به جا موند. چه خوب که خیلی خوشحالم، چون حالا این موضوعی رو که مطرح کردین، این مطلبی رو که مطرح کردین، خیلی از دوستان من متاسفانه من دو تا شانس بزرگ رو از دست دادم. یکی برنامه شما رو، و قبل از اون برنامه‌ای رو که در یکی از تلویزیون‌ها داشتید. و عده زیادی از دوستانی که شما رو میشناسن، با روحیات شما آشنا هستن، یا خیال میکنن با روحیات شما آشنا هستن، اینها تعجب کرده بودن که شاهرخ مشکین قلم یک حالت افسردگی و ناامیدی از خودش نشون داده تو اون برنامه. داستان چی بود؟ والا واقعا من اصلا تعجب میکنم که اینجور آدم بتونه بد فهمیده بشه یا بلا فاصله تحریف بشه، به خاطر اینکه انگار شما هیچیتون نباشه با پای خودتون مجبور بشید برین سراغ یک دکتر روانپزشک یا یک روانکاو، و این دکتر روانکاو به شما تحمیل بکنه که شما بیمارید، و
امر به شما مشتبه بشه که شاید من واقعا بیمارم، خودم هم خبر دارم، دارم باور میکنم که من بیمارم. یه بهش میگن یک از متون ادبیات فرانسه است به نام لو مالادی ماجینر از مولیر، یعنی ناخوش پنداری. حالا من نمیدونم چجور ترجمه شده این ترجمه کردن مریض و اجرا شده تو ایران. بله توی ایران هم اجرا شده تصاحب. و این با فکر میکنه که مریضه و این فکر مریض بودنش این رو میکشه انقدر. و شما میتونید به خیلی راحت به یک کسی تلقین بکنید که بیماره. یا البته من این آگاهی رو داشتم که خودم افسردگی ندارم، به خاطر که میدونم سمپتوم های افسردگی رو خوب میشناسم. ولی جالب این بودش که در واقع مصاحبه‌گر بنده این باور رو داشتن که من حالات افسردگی دارم و خود به خود این جو افسردگی رو به وجود می آورد و مردمی هم که تماس می گرفتن همشون هم سعی می کردن که به من پند و اندرز بدن که چگونه باشم که دیگه افسرده نباشم. من همیشه به مادرم می گفتم که مادر جون شما اگه بیلزن بودید چرا باغچه خودتون بیل نزدید؟ اگه شما انقدر میتونید درس زندگی بی نظیر به آدم بدین، خودتون پس چرا اون زندگی بی نظیری رو که می پندارید رو نداشتید شما که انقدر خوب می بنابراین خیلی جالب بود برای من برخورد مردم. اولا که تحریف شدن من در آن واحد، همون لحظه که من دارم در مورد یک مبحث دیگه‌ای صحبت میکنم و چجوری تعبیر میشه، من در مورد پوچی صحبت میکنم افسردگی تعبیر میشه، آیا این نداشتن شناخت از هر دو مبحث یا نفهمیدن یکی از دو مبحث یا آشنایی با یکی از دو مبحث که اینها رو با هم دیگه تلفیقشون میکنه در ذهن مردم، یا تفکیک ناپذیر هستن اینها من خبر ندارم، یا اینکه جفتشون زیر مجموعه همدیگه یا یک چیز مطلق دیگه هستن. بنابراین بحث خیلی پیچیده‌ای بود و خیلی جنجال آفرین، به خاطر که همه فقط کسایی که حتی عادت نداشتن برن این صحبتایی که ما در مورد مسائل مختلف داشتیم تا به حال در رادیو و تلویزیون های متفاوت هیچ وقت عادت نداشتن ببینن یا بشنون، این بار همه دیدن و همه با نگرانی زنگ می زدن می گفتن که آره شارخشان چیه نگرانتم، حتی برادر خودم برادرای خودم. ولی بعضی از آدم ها بودن میگفتن خب مثلا عجیبه که کسی نفهمید تو رو، عجیبش من تو رو فهمیدم. بعد میگم آها خوبه لاقل یک نفر منو فهمید. بعد شروع که میکرد حرف زدن، بعد میگم ای پس اینم که یه چیز دیگه فهمیده. متوجه شدم که اصلا فهمیدن وجود نداره. تو چطور ممکنه بتونی یه کسی رو 100% بفهمی؟ مادر من نمیتونه ادعا بکنه که منو میفهمه و منو میشناسه. من خودم به زور میتونم ادعا بکنم که خودمو میشناسم. چجور وقتی که بعد از 40 سال 50 سال زندگی مشترک میرن از همدیگه جدا میشن، طلاق میگیرن و دلیلشون اینه که ما همدیگه رو نمیفهمیم، بخاطر که 40 سال 50 سال در توهم فهمیدن اون یکی با همدیگه زندگی کردن. پس چجوری میتونیم تو در یک روز در یک صحبت در 5 دقیقه هم صحبتی من رو بفهمی یا بشناسیم که بتونی برای من نسخه بپیچی که من چجوری بایستی باشم برای اینکه بهتر بشم یا مورد سلیقه تو قرار بگم؟ خیلی صحبتم متاسفانه طولانی شد. نه خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و باز منو برد به جایی که میخواستم برم خودم و این خیلی واسه من جالبه. شاهرخ مشکی قلم تا اونجایی که شناختی که از خودش داره چگونه آدمیست؟ یه آدم خیلی معمولی مثل همه آدم هاست. یعنی من فکر نمی کنم که خیلی متفاوت باشم با بقیه. این تفاوت فقط تو ذهن دیگران شکل می گیره. من خودم رو متفاوت نمی بینم و سعی نمی کنم متفاوت باشم. اگه شمایل من اینجوریه، موم اینجوریه، گوشواره می اندازم به گوشم که با معیارهای ایران امروز بل. به خاطر خب مثلا تمام سربازهای هخامنشی که خب میشناختیم توی کتیبه ها همشون گوشواره به گوششون، هیچ کس به اونها ایراد نمیگیره و جز افتخاراتشون میدونن. ولی امروز اگه یک ایرانی گوشواره به گوشش باشه همه از خودشون سوال میکنن چرا شما گوشواره انداری؟ اصلا چرا وجود نداره؟ من هیچ وقت از خودم سوال نمیکنم. وقتی قراره گوشواره بندازم و میندازم دیگه، چیزی ریش چرا گذاشتی، چرا موهات بلنده، چرا دم خر درازه،
همش این چراها اصلا تو ذهن من به وجود نمیاد و همین من خودم رو تعریف کردن فکر نمی کنم مثلا این چرایی به وجود بیاد که بخوام من یک بخشی از تعریفی رو که میتونم از خودم بکنم یعنی نقش بسته تعریف دیگران در طی سالیان عمرم. من الزاماً خودم شناخت کاملی نمیتونستم از خودم در تنهایی و انزوای خودم داشته باشم مگر اینکه دستخوش تمام تعاریفی که من در طی عمرم شنیدم. شما منو چجوری تعریف می‌کنین؟ تو میدونی که چقدر چهرت شبیه فلانه، تو میدونی که قد و قد قوارت، تو میدونی چقدر حرف زدنت شبیه، حالا تازگی بند کردم من که تو چقدر شبیه زندیات فریدون فرخزاد هستی. هی گیر میدن به من سر این موضوع. آخه چه الزامی هستش که حتما یک کس رو تو قالب کسی دیگه بچپونیم تا اینکه این آدم معنی پیدا بکنه؟ من خیلی هم مفتخر هستم که بخوان منو مقایسه کنن، ولی اصلا این مقایسه اینقدر یک قیاس مالفارقه که اصلا آدم نمیتونه باور بکنه. چرا مردم نیازمندن که هی دائم همدیگه رو قیاس بکنن با یک چیزی، بگن تا میگیم جمهوری اسلامی یک استبداد مطلق کثافت انقلاب، همه میگن خب زمان شاه هم بد بود. آخه این چه قیاسیه؟ مگه ما میخوام بگیم ما داریم در مورد یک مبحث به صورت مشخص داریم صحبت میکنیم، فوری بایستی مبحث تحریف بشه و بره به یک جای دیگه؟ خود آدم رو من خودم نمیتونم تعریف واقعی از خودم داشته باشم. آنچه که من میبینم حقیقت خودمه. حقیقت خودم یعنی باور خودم، دیدگاه خودم نسبت به خودم. واقعیت من یک چیز دیگه ایه که شما حقیقت من رو یک جور دیگه میبینید، بنده حقیقتش رو یک چیز واقعی از واقعیت از یک واقعه میاد، یعنی ریشه یابی اسمش، یعنی یک واقعی اتفاق میفته، منتها حقیقت از حقانیت خود شماست. آن چیزی که شما میطلبید که از یک واقعه بگیرید اون میشه حقیقت شما. بنابراین من در حقیقت دیگران تعاریف متفاوتی دارم، در حقیقت خودم یک تعریف متفاوت و واقعیت من یک چیز دیگه است. و خیلی جالب بود نکته‌ای رو که اشاره کردین راجع به این مقایسه ها، و این رو ما دقیقاً به نحو وحشتناکی در جمهوری اسلامی می‌بینیم. وقتی که آدم‌ها رو می‌کشن میگن مگه تو امریکا آدم نمی‌کشن، وقتی که میگیرن زندان میکنن میگن مگه تو امریکا زندان نمیکنن. یعنی اصلا این یه چیزیست که متاسفانه اونطور که اشاره کردین خیلی عجیب غریب و نمیدونم چه توجیهیست که آدم ها بکنن. نه توجیه نیست، من فکر نمی کنم. من فقط جمهوری اسلامی رو از خودش نساخته. وقتی که صحبت های شاه را میشنوم امروز که با خبرنگارای غربی داره صحبت میکنه دقیقا همین جمله رو به کار میبره. وقتی ازش میپرسن که شما چی ساواک دارین، اون میگه خب شما هم اف بی آی دارین. و همیشه خودشون مردم یه چیز واکنش دفاعی. احمدی نژاد خیلی خوب بلده از این سیستم استفاده بکنه، تا ازش سوال میکنن مثل پینگ پونگ برش میگردونه بلافاصله تو دهن خبرنگار، فورم میگه خب خود شما هم اینجوری هستین. و این یه ذکاوت میخواد برای اینکه آدم بتونه یه سیاست مدار واقعی میتونه اینجوری برخورد بکنه. احمد نژاد انقدر هم میگیم خره، نفهمه، اولاغ، هیچ چیز سرش نمیشه. این حرفا اتفاقا به عقیده من خیلی سیاستمدار قابلیه. حداقلش اینه که تونسته توی اون سیستم، تو هر سیستمی، هر کس تو خودش سیستم خودش. مگه نه جورج بوش چه سیاستمداری بود که تونست 8 سال توی این مملکت گند بزنه، تو مملکت شما؟ آخه هر سیستمی خود میطلبه که یک احمقی یا یک چیره دستی یا یک خبره ای رو در خودش در یک دوره‌ای داشته باشه و بعدش یهو برعکس بیفته توی چاه دیگه، از کره نور به کره سیاهی ها فرود بیاد یا دوباره صعود بکنه به خورشید خودش. من اینا دوره‌ای هستن، هیچ چیزی هم دائمی نمیمونه. جمهوری اسلامی هم تا ابد پایدار نخواهد بود. ممکنه مثلا یه سلسله جدیدی در ایران به وجود بیاد که بعدها در تاریخ بنویسن طولانی ترین سلسله‌ای که به ایران حکومت کرد و گند زد توی ایران جمهوری اسلامی بود 500 سال. برای همین من ناامید بودنه من از این نیستش که اینها هیچ وقت نمیرن. من میدونم میرن، ولی کی میرنش مهمه که یقین به زندگی من نخواهد رسید. خب شما یک شرح مختصری راجع به فعالیت هایی که شروع فعالیت ها تا امروز که به کجا رسیده من بدم این شرح؟ من وقتی تازه میخوام خلاصم صحبت بکنم طولانی میشه. اگه قرار باشه شرح بدم خودم یک عمر زندگی هنری و وای آخه این حضور ذهن را من ندارم. چطور شد اصلا توی این هنر به این هنر
اصلا هیچ چطوری نشد، من اصلا افتادم توش، هیچ وقتم هیچ کار دیگه ای نکردم، با وجود که توی خانواده بودم که نمی طلبید الزامن که من هنرمند بشم، ولی, خب ولی چون هنر پرور بودن، ولی خانواده شما زیباترین خطار داشتن. آره پدرم اولا که همه خانواده و خود شما هم خطتون خیلی قشنگه. من خدم بد خیلی. من بد خطترین عضو خانواده هم هستم و همیشه من رو مسخره میگن. من در واقع بی هنرترین عضو خانواده هم بودم از هر لحاظ و همشون هم همیشه من رو مسخره میکردن، ولی تنها کسی که کوچکترین بخش هنریش رو پرداخت بهش و به براش ارج گذاشت و ازش به عنوان حرفش استفاده کرد من بودم. همشون هم حالا شاید قبطه بخورن به خاطر که واقعا اون آن رو من بیشتر در برادرهای خودم میبینم. برادر کوچکی من مجسمه میساخت با گچ مدرسهش، کله معلماشو هم زمانی که داشت درس میخون کله معلماشو با سوزن روی گچ میتراشید که واقعا به خود معلمش مونه میزد. برادرای دیگه هم خطاط و نقاش و کارهای مکانیکی الکترونیکی همشون انقدر واقعا بدون اینکه کلاس رفته باشن این آن رو در خودشون داشتن، یعنی کارت ژنتیکیشون بوده و پدر مادر من جفتشون خیلی هنرمند هستن واقعا جفتشون. درسته که کارهای هنری نکردن ولی هنرمند واقعی هستن و کمترین ارث به من رسیده در کار هنری. خب ولی شاید به خاطر شکنندگی، اصلا من اصلا آدم فروتنی نیستم به خاطر اینکه میدونم در تعریفی که دیگران از من میکنن که میگن تو چقدر غره به خیش هستی و چقدر فکر میکنی که بس خودت چیزی هستی، من میدونم که آدم فروتنی نیستم و این چیزایی که دارم خدمتتون عرض میکنم شاید من سوء تعبیر کردم. شما میخواستین اینو به من بگید؟ نه، آره واقعا من اصلا آدم فروتنی نیستم به هیچ وجه، ولی واقعیت رو دارم خدمتتون عرض میکنم که من خیلی خیلی کم سواد هستم، نمیگم بی سواد هستم ولی خیلی کم سواد هستم در رشته خودم که هنر باشه، خیلی کم سوادم. یعنی من هر دفعه مواجه میشم با آدم هایی که در رشته های من هستن خیلی بیشتر از من مطالعه کردن، خیلی بیشتر از من میدونن. وسیع این پهنه که و شما خیلی پیشرفت داشتین تو مطالعاتی کردین، زمینه کار خودتون، زمینه ادبیات فارسی، الان این فارسی رو که شما صحبت میکنین یه فارسی فوق العاده فاخر زیبایی است، در حالی که ما آدمایی رو داریم که 2 سال آمدن خارج از کشور و زبون مادری یادشون رفته. نه یادشون نرفته، این پدیده خیلی زیباییه که من خیلی دلم میخواد در این مورد صحبت بکنم. من فکر میکنم یادشون نرفته. ما همیشه یه اجنبی پرستی و گرایش به آنچه که نداریم رو همیشه با ما هست. مثلا دلمون میخواد موامون رو بلوند بکنیم به خاطر که بلوند نیستیم. میخوایم چشممون رو لنز آبی بذاریم به خاطر که چشممون قهوه‌ایه. دماغمون رو میخوایم بکنیم اینجوری مدل آمریکاییش کنیم برای که دماغ خودمون فرمش به صورت ژنتیکی. ما افتخار میکنیم که آریایی هستیم که البته نیستیم، ولی من فقط راجع به آنچه که عام داره صحبت میکنه در موردش افتخار میکنم آریایی هستن. اگه آریایی ها دماغشون اینجوری پس چه میرین دماغتون رو میکنین؟ اگر افتخار میکنیم که آریایی هستین چون آریایی ها موهاشون فرفری و سیاه، چشم ابروشون اینجوریه، پس چرا خودتون رو شبیه سوئدیا درست میکنید؟ پس برای این افتخار، این هویت نداشتن و هویت دروغین برای خود درست کردن، این حرفا یه چیزای، ولی این که ما همیشه میتربیم یک چیز دیگه ای باشیم. و برای همین وقتی که 2 ساله که از ایران اومدیم رو یا هنوز اصلا پامون رو نذاشتیم، واژه های بیگانه در زبانمون بیشتر مشهود هستن تا کسانی که عمر رو اینجا گذروندن، برای اینکه فقط میخوایم یه چیز دیگه ای باشیم. منم دقیقا چون یه عمری رو توی غرب گذروندم، تقریبا همه زندگیمو توی غرب گذروندم، من دقیقا میطلبم اون چیزی که نیستم باشم، یعنی ایرانی. برای همه فارسی حرف زدن من تقریبا، یعنی دائما در این کنکاش هستم که من کوچکترین واژه بیگانه ای که زبان اصلی من زبان فرانسه است در صحبت های من کم پیش میاد که مجبور بشم ازش استفاده. دقیقاً صحبت من دقیقاً همینه و این گاهی، یعنی گاهی که میخواستم یه واژه رو به کار ببرم حتما هم خوشتون نمیاد، شکست نفسی میکنم واقعا. اصلا من کارهای شما رو دیدم، حافظه فوق العاده عجیب غریبی که شما دارید، خط بسیار زیبایی که دارید و شناختی که از ادب فارسی دارید، شناختی که از عرفان ایران دارید، از عرفان به طور کلی دارید، من همیشه لذت بردم پای صحبتاتون بشینم و اینم به هیچ وجه این نیست که بخوام از شما اغراق بکنم تو صحبتی که دارم میکنم، و این واقعا احساس من راجع به شناختی که از شما پیدا کردم.
من فکر کنم شما واقعا من نمیشناسید، برای همین خیلی لطف انسان نازنینی هستید که دلتون میخواد که رابطه دوستی ما محکم بشه، برای همین به من لطف دارید. این واقعیت و کسانی که آشنا هستن با کار شما حتما تایید میکنن این صحبت های من. نه من فکر میکنم کسی من نمیشناسه مگر اونهایی که میدونن که من کم سواد هستم. آقای مشکین قلم، در این سفری که به امریکا آمده بودید کجاها رفتید، چه ها کردید و ادامه کارا کجا هست؟ والا سفرم از نیویورک شروع شد. قرار بودش که یک مصاحبه‌ای با کامبیز حسینی دوست نازنینم داشته باشم در تلویزیون خودش پلیتیک، منتها مواجه شد با اتفاقات قتل ریحانه، اعدام ریحانه، حالا نمیشه اینا رو ازم زیاد تفکیکشون کرد در این موزل، و اتفاقات اسید پاشی روی صورت دخترای اصفهان و اتفاقات جنجالی داعش که پررنگتر و پررنگتر میشد، و کامبیز فکر کرد که موقعیت مناسبی نیستش که الان در این مورد صحبت بکنیم، برای همین این اتفاق مصاحبت هم با کامبیز موکول شد به جلسه آینده، یعنی هفته آینده که میرم به نیویورک. و کامبیز واقعا یکی از با استعدادترین، آره اون واقعا میشه گفتش که با استعداده، بدون اینکه بخوایم تعریف علکی ازش بکنیم. آدم باسوادی، مطالعه میکنه و دنبال میکنه یه آدمی که انقدر بتونه همه چی رو بدونه، به روز باشه و در موردشون بتونه تعمق داشته باشه و تحلیلشون بکنه بدون اینکه قضاوت بکنه. کم پیش میاد بلن که خب من خیلی خوشحالم از اینکه میبینم که نسل جوون ما این اتفاق داره براش میفته، کمتر قضاوت میکنه، این پیش قضاوتیایی که ماها رو کشته، داغونمون کرده، این آرمانگرایی های پوچ که مملکت رو به باد دادن، کمتر الان میبینمش توی نسل جوون. و خیلی این اگه بتونم اینجا خیلی همه رو راحت بکنم که من ناامید نیستم، من تمام امیدم به اندیشه نوع این نسل جوونمونه، چون اندیشه هاشون نوع تازه است، تراوت داره. یعنی اندیشه ارتجاعی رو من دیگه توی ذهن حالا همه جامعه مونم که من نمیشناسم، باشونم در ارتباط نبودم، ولی این بوی تراوتی که از فکر نسل جوون میاد رو من میپسندم و بهش امیدوارم که آینده مملکتمون رو این اندیشه های بکر خواهند ساخت، متفاوت خواهد بود حداقل بدون تردید. و من فکر میکنم که همونطور که اشاره کردید یکی از بزرگترین شانسایی که ما آوردیم جوانای ما هستن، و الان میبینیم که در همه عرصه‌ها، چه در داخل ایران با همه محدودیتایی که هست و چه در خارج از ایران، دارن چه میکنن واقعا. بعضیاشون همین کارهای هنری زیرزمینیشون، نمیدونم همین جریانی که پیش آمد بعد از مرگ اون خواننده که بله. اصلا دوچار خوف و وحشت میکنه رژیم. حتی من فکر نمیکنم که الزاماً همه کسایی که به سوگواری مرتضی پاشایی بله مرتضی پاشایی رفتن، الزاماً همشون میشناختنش، ولی از هر فرصتی دقیقاً از هر فرصتی این جامعه داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه خودشو بروز بده و به یکی آره ما طرفدار یک خواننده پاپ جوون هستیم. یعنی این خودش متزلزل میکنه نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی رو که ببینه که مردمش برای یک خواننده جوون پاپ چجوری بیرون میریزن، یعنی اصلا تصورشو نداشتن. نه و این خیلی زیاد بقیه من یک اندیشه سیاسی پشت اینه، شاید در ناخودآگاه جامعه است، ولی این خیلی زیباست که آدم ببینه که اینها ملتهب میشن به خاطر هر اتفاقی. یعنی نه اونجا جمهوری اسلامی با اتوبوس براشون ساندویچ پخش میکنه که بخواد بکشدشون، و میبینیم که حتی جماعت پررنگتر هستن حضور مردم، و از هر قشری توشون میبینی پیرزن و پیرمرد اونجا دارن سوگواری میکنن تا جوون خیلی مدرن و جوون سنتی، همه قشری رو اونجا میبینی و خیلی جالبه، خیلی جذابه، و اینها تحلیل داره. یقین دارم که کامبیز بلافاصله راجبه این صحبت کرده این هفته یا حداقل هفته دیگه صحبت میکنه. خب اجازه دیم ما یک فاصله کوتاهی، شما هم یه نفسی بکشید، آبی بنوشید، برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه میدیم با شما و همون مطلبی رو که
من سوال کرده بودم، یعنی سوال من رو در مورد فعالیت‌هایی که در امریکا داشتید پی می‌گیریم. بسیار. بینندگان عزیز، میگم از هر ثانیه برنامه امروز میخوام استفاده بکنم برای صحبت با شاهرخ عزیز و یاد بگیریم ازش. خب میگفتین راجع برنامه هایی که اینجا در امریکا داشتیم. بله، این قرار بر این شد که ما به خاطر این همکاریم با حامد نیکبی که دوست نازنینم نازی کاویانی در سان فرانسیسکو برنامه گزارش بود، بعد خانم پروین ملکی یا ملکوتی فکر میکنم، نه ملکی بعد باشن ملکی، در فرزنو این برنامه رو لطف کردن که برنامه استقبال تنزیدن. چطور بود تو شهرهای مختلف؟ یعنی نسبت به جامعه اونجا، مثلا فرزنو فکر میکنم تعداد ایرانیاش زیاد بشه، اولین بارم بود که میرفتیم اونجا، جمعیت خیلی جالب بود به خاطر که راجع به کیفیت صحبت میکردیم و کمیت. اونجا واقعا کمیت در تعداد آدمهایی که تو سالن بودن و خود سالن، همه چی خیلی کم بود، کم رنگ بود. یعنی منم انتظاری نداشتم از یه شهری کوچولویی که تعداد شاید شهروندهای ایرانی مهاجرش مثلا در کل بشن 2-3 هزار نفر، 1000 نفر بیان تو سالن، ولی مثلا 10 نفر بودن، 20 نفر توی سالن بودن یا 50 نفر تو سالن بودن، ولی انقدر این التهاب و اشتیاق رو تو میتونستی لمسش بکنی از نزدیک. نه چراغونی بود اونجا، نه نورپردازی، نه صحنه آنچنانی بود، همه چی خیلی انگار رفته بودیم توی ده، توی قرن 19 توی چه میدونم تاجیکستان دارم اجرا میکنم، ولی آنچه که اتفاق افتاد انقدر اتفاق ویژه و خارق‌العاده‌ای بود که رابطه‌ای که با مردم برقرار میشد، انقدر این حس تو چشمای مردم پر از شور و شعف بود و این ارتباط خیلی مهمتر بود، خیلی خیلی مهمتر بود تا تعداد آدم ها. یک نفر آدم به تو میتونه یک انرژی رو منتقل بکنه که صدها نفر. یک بار یک اجرایی داشتم در لندن و سالن یکی از زیباترین سالن‌های لندن بود، کاونت گاردن رویال اپرا هاوس، و یک سالن یخ زده با یک جماعتی که قیمت بلیطاشون نمیدونم خدا تومن بود اونجا نشسته بودن، ولی من جمعیت بیروح انرژی نمیتونستم از اون سالن و از اون جماعت بگیرم. اثر میذاره که کسانی که تو سالن، یعنی من واقعا من شل میزدم روی صحنه، یعنی علنا حس میکردم که من هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی کاملا یخ زده بودم از نگاه های یخ زده، از نبود انرژی، از نبود گرما در... ولی در فرزنو این اتفاق انقدر زیبا افتاد و با اون جماعت کوچیک ولی پر از عشق، و انقدر به من امیدواری داد که دیگه واقعا دیگه اهمیتی نداره. تو سان فرانسیسکو خب فرق داره، یه جامعه فرهیخته که میتونم بگم پررنگترین جامعه فرهیخته ایرانی مهاجر رو من تا به حال توی محیط سان فرانسیسکو دیدم. بله مهاجر ایرانی، من با چینیا کاری ندارم و اونجا هستن و خب کمتر از این انتظار نمیرفت ازشون که همیشه برخوردها عالی باشه. خب حضور آدمایی مثل جناب بهرام بیضایی و باسم میلانی تو سالن خود به خود یه
سطح اون جمرم یهو میبره با خودش بالا، انتظارهای اونها در رده اول انتظار من از خودم میبره بالا، من مجبورم که بیشتر از خودم مایه بذارم، بیشتر از توان خودم، خودم رو هی اضافه کنم به خودم، و جامعه هم این رو دنبال میکنه. جمعیت توی لس آنجلس توی سالن باز دوباره فریختگان و بزرگان هنر بودن که من جلوی خانم خوروشت که جلوی من نشسته بود جلو و تمام تاریخ هنر ایران بود، جناب ایرج پزشکزاد و جناب پرویز صیاد، نمیتونستم بسنده کنم به توانایی خودم، بایستی فراتر از توان خودم میرفتم و خود به خود باعث میشد یه اتفاق ویژه بیفته. بعد یه اتفاق ویژه دیگه ای بودش که اولین بار حسش کردم با حامد نیکبی روی صحنه اتفاق افتاد توی لس آنجلس، به خاطر که با هم دیگه یک سوء تفاهمی داشتیم که باعث شدش که من با حامد برای اولین بار روی صحنه ارتباط برقرار کردیم. تا به حال حامد می نواخت و می خوند و من می رقصیدم در دوتا فضای تفکیک شده از هم، ولی این بار با هم دیگه واقعا یک تلفیق واقعی اتفاق افتاد بین روح و انرژی من و حامد روی صحنه و بین انرژی بیننده ها و ما روی صحنه، و همه گفتن این اتفاق بسیار ویژه بود در حامد، به خاطر که چیزی که در حامد بیننده هایی که عادت داشتن حامد رو ببینن و بشنون افتاد اتفاق عادی نبود، و این به خاطر از یه جایی میمدیم که یه جای نامناسبی بود، یه برخوردی شده بود که در سوء تفاهم، ولی این باعث یک چیز مثبتی شد. و میتونم بگم که تجربه این سه تا اجرامون با هم دیگه توی کالیفرنیا بسیار تجربه جذابی بود، اتفاقای خیلی خوبی افتاد. من هر دفعه فکر میکنم که دیگه چیزی شاید نتونم یاد بگیرم به خاطر که اشباع شدم، ولی خوشبختانه باز هر بار خودم رو سورپرایز میکنم و میبینم که اوه چقدر هنوز جا دارم برای آموختن و چقدر هنوز تجربه میتونه آدم کسب بکنه توی زندگیش. اصلا نه سن اهمیتی داره، نه چیرگی تو بر صنعتی رو که باهاش سر کار داری، و صرفا فقط تجربه است که میبینی که چقدر این تجربه اهمیت داره در زندگی یک هنرمند، در زندگی هر آدمی فکر میکنه. من یک چیزی رو بینندگان عزیز میخوام اضافه بکنم. آقای مشکین قلم در مراسم تجلیل از آقای ایرج پزشکزاد حضور داشتن و من دیدم یک کسی اون وسط و دورش حلقه زدن ملت، و دو سه دفعه اسم شاهرخ رو شنیدم، چون مطابق اون روشی که داره یک کلاه خیلی جالبی رو سرش گذاشته بود، و من فقط وقتی رفتم نزدیک از صدا شناختم، و خب همیشه مهرش به من بوده و من واقعا این رو واسه من باعث خوشحالی و افتخاره، اینو باز بدون کوچکترین مداهنه میگم. و بعد میدیدم که خرد و کلان، جوان و پیر دورش جمع شده بودن، باش صحبت میکردن، میخواستن باش عکس بگیرن، و این نشان از این داره که مردم ما کلن همونطور که ما دیدیم در این گزارشی که این آنتونی بوردین داد از ایران، ندیدم سی ان ان این بوردین بچه ها گذاشته بودن ولی وقت نکردم برم ببینمش. البته یه نکته ای که اونجا تأسف آور بود، بوردین رو اجازه نداده بودن حتی توی اصفهان بره علی قاپور رو ببینه. چطور؟ فقط مسجد ها رو بهش نشون داده بودن، اجازه نداده بودن بره شیراز و آثار تاریخی رو ببینن، اجازه نداده بودن که چهل ستون رو بره ببینه، اجازه نداده بودن که حتی هتل شاه عباس رو که تنها جاییست که اینا دیگه نتونستن اسمش رو عوض بکنن، اینطوری که شنیدم، و این تأسف آور بود. ولی این استقبالی که بچه ها جوونا می کردن از این و این صمیمیت که خود این اصلا می گفت که من باورم نمیشه اون چه که من در طول سالیانی که از دور با ایران آشنایی داشتم با اون چیزی که خودم شاهدش بودم به کلی متفاوت بود. و این اشاره است به همین صحبتی که شما راجع به جوونا کردین. و برنامه‌های دیگری که دارین در امریکا کجاها هست؟
بعد از این برمیگردم دوباره سان فرانسیسکو فردا برای دو تا محفل شاعرانه که باز دوست نازنینم نازی کاویانی اون رو تنظیمش کرده. اولیش 22 در سنترال استیج با پیش منصور تایید که خودش از بچه های تئاتره، که محیط تئاتر کوچولویی داره در بی ایریا و اونجا دارم چند تا از قصه های ادبیات منظوم فارسی رو معرفی میکنم، قصه هایی که تو شخصیت ها با هم دیگه در حال مکالمه و گفتگو هستند و صرفا هم روی این دست گذاشتم که قصه هایی که شخصیت ها توش بازی میکنن که خودم یه خورده توشون بازیگری میکنم، شخصیت ها رو رول هاشون رو ایفا میکنم تقریبا شبیه یه نمونه که... یه نمونه ای میتونی بدین؟ بله، مثلا نمونهش داستان کنیزک و خاتون مثنوی معنویه که خواهم خوند شن. در یکی از این دو شب 23 در انجمن شیراز که در سنخوزه است که باز امیر نورجان اونجا رو برنامه ریزی کرده. هر دو محفل رو پارسال هم بودم برای معرفی میرزاده عشقی و چون خیلی استقبال شد از این یه صحبتی معرفی. کردین وقتی که با هم دیگه صحبت میکردیم با آقای لیمونادی یه نکته رو اشاره کردین راجع به میرزاده عشقی، دلم میخواد اونو تکرار کنیم که چی بود که میرزاده که گفتین این همه که ما فکر میکنیم که مشروطیت یکی از نقاط عطف تاریخ ماست ولی خب شعرها و نویسنده هاشو نمیشناسیم و حتی خود ایرج میرزا که انقدر مشهورتر از میرزاده عشقیه و خب اولین شعرهایی که ازش توی کتاب ادبیات فارسی کلاس اول دوم ابتدایی خوندیم گویند مرا چو زاد مادر، حتی ایرج میرزا رو هم نمیشناسیم. ایرج میرزا هم از شعرهای دوره مشروطه است، درست شاید تعهد ملک و شعرا و میرزاده عشقی و عارف رو نداشته ولی واقعیت فرهنگمون رو اونجا داره ادا میکنه. عارف نامه تمام داستان فرهنگ عقب افتاده اسلامیه و چجوری دین و ملا و آخوند چجوری سوار ملت شدن و این جامعه رو تحت کنترل گرفتن و خودش داره زیباترین نقد رو به دوره مشروطه میکنه در اشاره، در گذرش، بدون اینکه وارد خود مبحث بشه. عارف قزوینی رو به چالش میکشه، اصلا بله. چالشی که در عارف نامه هست که ایرج باعثش میشه اصلا معضل رابطه جنسی این دو نفر نیست، فقط یه چیزیه که فقط بخواد مردم رو جذب این متن بکنه. تمام اتفاق در پایان عارف نامه میفته، یعنی دقیقا بعد از قصه اون زن چادری که میبرزش بله. در دالون خونه و ترتیبش رو میده، تازه اونجا همش خنده است. اون مجسمه ای رو که دارن میذارن، اون تصویری رو که از گل دارن میذارن سردر یک ساختمونی و میخوان حجاب واسش درست بکنن. ولی و اینا مثلا تو پایان عارف نامه تازه میبینین که چه نقد زیبایی میکنه از به اصطلاح جامعه روشنفکری که دلش خوش میکنه که یه چیزی سرش میشونه. و اینا باعث تاسف منه واقعا که وقتی میبینم که اینها رو نمیشناسن و چون دوتا اسمشو میزنن هجویات یا چه میدونم هزلیات، اصلا این هزل و هجو که وقتی میری توی فرهنگ ده خدا که نگاه میکنی معانی بسیار بسیار ویژه‌ای دارن، اصلا نه معنیش یعنی مستهجن، نه معنیش یعنی بد، نه معنیش یعنی جوک، نه معنیش یعنی خفت و خاری، اتفاقا برعکس. اینا اولا که خود ایرج نمیاد این شعرشو بذاره توی هزلیاتش، اینو بعدن میچپونن به اسم هزلیات. تازه حتی باز هزلیات خودش معنی مثبتی داره، براش تعبیر منفی شده. یا توی چه میدونم داستان کنیزک و خاتون مثنوی معنوی رو نمیذارن توی هزلیات، هزلیات نداره مولانا که بیان توی مثنوی هزلیات درست نکردن که، ولی چون از واژه‌هایی توش استفاده شده که مردم براشون نامعنوسه یا اینکه نمیتونن قبول بکنن که استفاده از واژه آلت تناسلی مرد و زن خیلی راحت و آسون بتونه قبولش چون نمیتونن بکنن، بنابراین شعر رو نمیخونن، فلسفه‌ای که پشتش هست رو نمیخونن. داستان کنیزک خاتونم باز دقیقاً هم عین داستان عارف نامه است. وقتی که شما اولش که میخونین فقط چهار تا کلمه‌های اینجوری که میشنوین میشه خودتون میگین وای این اصلا یه داستان پورنوگرافیکه، در صورتی که تمام
فلسفه و عرفان و اخلاقیاتش دقیقا بعد از این داستان میاد که میگه که آره تو وقتی هنوز یه حرفه رو یاد نگرفتی فوری میری برای خودت اوستا میشی، معلومه که اینم بدبختی رو میکشی و تمام دقیقا مثل منطق و تیر عطار میمونه، تمام اتفاقایی که بین هدهد و تمام پرنده ها میفته این خود قصه ها آدم ازش الزاما همه چی رو نمیفهمه، ولی دقیقا داستانی رو که حکایت میکنه بلافاصله بعد از هر قصه هدهد با مثلا بلبل اون حکایت هست که تازه مفهوم عارفانه و اخلاقی و عرفانی رو که پشتش نشسته رو تازه داره به مردم میده. اگه تو فقط بسنده بکنی که از منطق و تیر فقط قصه سیمرغ رو شنیدی و خوندی و این حرفا، هیچی از منطق و تیر نفهمیدی و دقیقا همین جوریه. و من سعی میکنم تو این شب شعرها این قصه ها رو بخونم برای اینکه تئاترال بودنشون، چون شخصیت ها با هم دیگه بازی میکنن، مردم رو جذب خودش بکنه. حتی این هزلیاتی که به خواسته انتخابشون میکنم برای اینکه مردم میدونم سراغش نمیرن و نمیخوننش، به خاطر که دقیقا مشکل سنتی داریم ما با این واژه ها، جزء ادبیاتمونه، چرا نبسته به کار گرفته بشه وقتی مولانا ادبای دیگه ازش استفاده کردن. و بعدش بتونیم روی این تحلیل‌هاش، روی اخلاقیاتش بشینیم صحبت بکنیم با جماعت. و این تا یه در یک محفل اینجوری به وجود نیاد، من فکر می‌کنم که خود ما تن بهش نخواهیم داد که خودمون تنهایی بریم این کتاب‌ها رو بخونیم. وقتی میگم ما، اکثریت قریب به اتفاق جامعه رو میگم، میدونم که نصف مردمی که الان دارن اینو میشن میگن ما خوندیم، من دیدم، من خب، ولی من فکر میکنم کمتر کسانی هستن که اینقدر عمیق رفته باشن تو بسیاری از همین آثار ادبی ما و عرفانی ما. همونطور که اشاره کردم، بینندگان عزیز خودتون شنیدید، من احتیاجی نداره که برم اونجا دیگه. ولی این شعرخوانی رو چند وقته که شروع کردید و جاهای مختلف قبلا این کار شروع کردید، یا اینکه این یه فعالیت جدیدی است که یه فعالیت نسبتا جدیدی است که عمومی شده؟ قبلا ها در محافل خصوصی اتفاق می افتاد، در پاریس و در روم چندین بار خواستن از من، چون دوستای خودم از دوست در واقع از دایره دوستای صمیمی و نزدیک خودم شروع شد، به خاطر که خب من چون از بچگی خیلی علاقه‌مند بودم به ادبیات فارسی منظوم، یعنی شعر فارسی، و خود به خود از بس که خونده بودم باهاش دیگه مانوس بودم، شاید کمتر توپق می‌زدم و خیلی چون حساس بودم به گویش‌های صحیح، همیشه با تمام فرهنگ معین و دهخدا کنارم بود، همیشه چون اعراب رو نداریم و نمی‌دونیم چه جوریه و بسیار از اعراب در طی سالها به خاطر که سهل الگویش بودنشون تغییرشون داده، مثلا تمام ذمه ها تبدیل میشن به فتح، فتح به مرور زمان تبدیل میشن به کسره، به خاطر که ا گفتنش خیلی راحت تر تا ا تا او، به ترتیب هی سخت تر میشن. مثلا می که گویش صحیحشه تبدیل میشه به می، به خاطر که می خیلی راحت تره. سرودن، سرایی تبدیل میشه به سرایی، به خاطر که ساده تره، ولی خود به خود تبدیلش میکنه به یک غلط. برای همین من خیلی حساسیت دارم موقع قرائت این اشعار که گویش صحیح واژه ها رو استفاده کنم، همشون روشون تحقیق میکنم به محضی که کوچکترین شکی دارم و میرم معانیشون رو در میارم ببینم که کاربرد این معنی، به خاطر که بعضی از واژه ها هستن چند معنی دارن، مثلا در داستان کنیزک خاتون مثلا بز گرفتن، بز آوردن اصطلاحاتی هستن که کاربرد روزمره ندارن، و اگر ما ندونیم که داستان بز، بز آوردن، بز گرفتن و خود بز فاصله و استفادهش، مثلا بزش هزار شد، هزار اینجا بزش میتونه بزش هزار بشه، یعنی بزش تبدیل بشه هزار به هزار، یا یعنی اینکه بزش که سمبل بدبیاریه یا شانس تبدیل بشه به هزار، یا تبدیل بشه به بلبل. حالا چرا، حالا اینو خودتون اگر دوباره برین دنبالش متوجه خواهید شد. ولی اگر شما اینا رو درست ادا نکنید واژه رو، نه مردم خواهند فهمید نه یاد خواهند گرفت. برای همین اینو بازش میکنم توی این
محفل های شعرخونی و این از اون دوره های خصوصی شروع شد و همطوری از بیشتر و بیشتر ازم خواستن که این شعرهای بلند منظومه ها رو براشون بخونم و تحلیلشون بکنم تا اینکه الان دیگه تبدیل شده به یک کار یه شغل جدید بنده. چقدرم عالی، چه شغل عالی، چه بهتر از این دیگه. آره واقعا من خودم که واقعا عاشق خوب همین ادبیات منظوم هستم. این علاقه به این نوع کار خودش باعث میشه که یک حقانیتی بده، یک جذابیتی بده به کارهای شما. خب الان کارهای دیگه که دارید در نیویورک خواهد بود و بعد از سان فرانسیسکو میرم نیویورک برای همین ضبط برنامه با کامبیز، بعد از اون میرم به برمیگردم به پاریس، یه دو روزی رو در پاریس خواهم گذرون قبل از اینکه برم به روم و یه اتفاق خیلی ویژه‌ای که داره برام میفته و امیدوارم که معمولا اینجور چیزا رو از پیش نمیگن ولی دارم میرم اسلام آباد، برای اینکه ازم دعوت شده برای یک فستیوال رقص، درسته که رقص صوفیه ولی همین که اصلا از من دعوت میشه در پاکستان در اسلام آباد برم برقصم انقدر برای من این جذابه، بخاطر که 3 سال پیش این تجربه رو در کابل داشتم، در افغانستان رفتم و هنوز در ناباوری بودم و یه جورهایی یه شکستی در من به وجود میاد، یه شکستی از این غرور ایرانی به وجود میاد که من تو جامعه خودم اجازه ندارم برم توی کشور خودم برقصم، اونجا ممنوعه، ولی تمام این کشورهایی رو که بهشون میگیم عقب افتاده ما ایرانی ها با فخر فروختن به هم دیگه میگیم که آره افغان ها نمیدونم چی چی ندارن، افغان ها فستیوال رقص میذارن، منو دعوت میکنن، من میرم اونجا تو وزارت فرهنگشون میرقصم و پاکستان منو دعوت میکنن میرم اونجا میرقصم، ولی تو مملکت من با این همه غرور با این همه سابقه تاریخی 5000 و 6000 هر سالم بشه 1000 سال اضافه میشه، الان دیگه سال 9000 بعد بشیم دیگه، ولی اونها فرهنگ رقصشون رو که یکی از فرهنگ‌های بدویست نمیپذیرنش، اصلا جزء فرهنگ این موزل جمهوری اسلامی نیست، این موزل حکومتی نیست، این موزل اجتماعی و سنتی است، یعنی که مادر من نمیپسنده که پسرش رقاص باشه و با واژه رقاص مشکل داره، این مادر من مادر نوعیه، من راجبه مادر خودم مهین اسدی صحبت نمیکنم، من راجبه مادرهای ما که تربیت ما رو به عهده دارن که باعث میشن که تو فکر بکنی که رقصیدن کار خلاف اخلاقی است یا هنر نیست یا حرفه نیست، که حکومتی بتونه به وجود بیاد از دل این جامعه و از این سنتگرایی که بتونه رقص رو محروم بکنه، محکوم بکنه رقصنده رو، هنرمند رو محکوم بکنه، سازش رو بشکنه، بعد دوباره خود جامعه باش در بیفته که بره باز دوباره بتونه در خفا پشت پرده نه جلوی تصویر تلویزیونی بتونه باز دوباره ساز بزنه، حتی نوازنده های سنتیش، حتی جناب شجریان، و با وجودی که خود آواز شجریان، صدای شجریان محرک انقلاب 57 بوده ولی خودش ممنوع تصویر بایستی باشه یا نباید بشنویم یا ساز ببینیم، و این جامعه یه جامعه پر از تضاد و باعث میشه که من متوجه باشم امروز وقتی که به اسلام آباد دعوت میشم متوجه بشم که من نه ملیت ایرانی داشتم، هیچ وقت جامعه من برای من پاسپورت ایرانی صادر نکرده، شناسنامه من در حبس در سفارت ایران در پاریس و من رو از آن خودشون نمیدونن ولی من بایستی خودم رو از آن اونها بدونم. ما 1 دقیقه وقت داریم، تو این 1 دقیقه فعالیت‌های شما در پاریس ادامه داره، کمدی فرانسیس و سایر. کمدی فرانسیس رو من ترک کردم به خاطر اینکه واقعا دیگه حوصله فرهنگ غربی رو من ندارم، واقعا یعنی دیگه اشباع شدم دیگه از اونجا و یه چیزی این دوری من از ایران هی منو بیشتر و بیشتر داره میکشه به طرف ایران، متا ایران جغرافیایی نه، ایران ذهنی من، و من نیاز دارم که تو آخر عمرم رو با همزبانهای خودم بگذرونم، و درسته که زبان راحت من زبان فرانسه است ولی من وقتی که میشنوم قربونت برم اصلا هیچ جایی دیگه نداره برم.
قربونه در عزیزم جونم جیگرم فدای تو بشم من چشم دو. یعنی این کلمه ها برای من یه کاری با قلب من میکنه که آدم متوجه میشه که منی که فکر میگرم من که درخت نیستم که ریشه داشته باشم، من به کجا وصلم؟ من در واقع به این واژه ها وصلم، به این هاست که بهش میگم فرهنگ من، ایران من، فرهنگ من در واقع هویت من این واژه نامه فارسی است که با دل و جان من بازی میکنه. درود به شما، ممنونم از این که وقت گذاشتین آمدین. به قول امریکایی‌ها keep up the good work، این کار زیبایی رو که شروع کردن، کارهای زیبایی رو که انجام میدید ادامه بدید و تردید ندارم که همه جمع کثیری دوست دارن کارهای شما رو. جمعی هم هستن که همونطور که گفتید، خب و این چیز طبیعی. خیلی ممنونم. قربون شما. بینندگان عزیز، برنامه امروز گلگشت در اینجا به پایان میرسه. با تشکر بسیار زیاد مجدد از آقای شاهرخ مشکین قلم و امیر درخشان عزیز، همه شما بینندگان رو به خدا میسپارم تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر. روز و روزگار به شما خوش.